سلام خانم ابوالفضلی، وقت شما بخیر باشه. مشق شما رو من دیدم، بررسی کردم، یه سری اشکالاتی وجود داره، خدمتتون عرض میکنم. به ترتیب شمارگذاری دقت کنید. کلمه فیها، این قسمتی که زیرش نوشتم یک، همینو توی این فیهای الگو نگاه کنید، نازکتره، تمام قلم نیست. مورد دوم، هسته این مورد شماره دو، خیلی هسته جمع جور و کوچیک نوشتید. بایستی یه خورده هسته بزرگتر باشه نسبت به قلمتون. نکته بعدی مورد سوم هست که شما تو این حرکت بالا رونده بالای ه خیلی به صورت صاف مستقیم رفتید بالا، در حالی که این باید یه قوسی میخورد و به سمت چپ، به سمت راست ببخشید، باید به سمت راست مایل میشد. شما خیلی مستقیم رفتید بالا و پرشیب و تند شده. تا این حد نباید باشه. مورد چهارم، قسمت ابتدای کاف کوفی، شما اینو طولانی گرفتید. و مورد پنج، این قسمت پنجم که من حالا علامت زدم از قسمت کاف که یه حرکت افقی هست، این حرکت افقی همراه با یک ریتم و همراه با یک قوس هست و یه خورده ظریف‌تر از قسمت حرکت بعدی هست. یعنی بالای کاف از زیر کاف نگاه میکنیم متفاوت هست، با هم متفاوت هستن و قسمت بالایی یه خورده لاغرتر به نظر میرسه، پایین تری تمام پهنای قلمه. تو کار شما مورد 5 و 6 توی خطتون با الگو مقایسه کنید، زخامت‌هاش با اسرایت بشه. نکته بعدی این که بین بالای کاف و پایین کاف، یعنی این وسط، این هسته قسمت‌های مختلفش سایزش متفاوت شده تو کار شما. حالا الگو رو ببینید، یک دسته. وسط این کاف رو نگاه کنید، یک دسته. اما تو کار شما این مدام اندازه‌ها عوض میشه. قسمت بعدی که شماره 7 هست، این اتصال و این دندانه‌ها که یک حالت وی شکل در مانند هست، توی کار شما یه خورده تنگ و جمع و جور اجرا شده. اون حالت بسته مانند شده، خفه هست، یه خورده بازتر باید اجرا بشه. نکته بعدی که همین حرکت یه خورده ظریف‌تر با تمام قلم هم نباشه. اما در مورد کلمه قیمه، قیمه اولی خیلی خوب نیست، مخصوصا از لحاظ هه که هش خیلی بزرگه. شماره 8 رو دقت کنید. اما شماره 9 یه حرکت عمودی شکل تقریبا توی قیمه هست، تو کار شما دیگه حذف شده. یعنی مستقیم شما رفتید وصلش کردید به میم. من تو این شکل پایین که زیر عدد 9 یه شکل کشیدم نوشتم، اون حالت عمودیشو براتون مشخص کردم. قیمه دوم هش جمع و جورتر و بهتر از قیمه اولیه. با الگو هم مقایسه کنید، به الگو نزدیک تره. باز فیلم آموزش همین عبارت رو مجدداً مراجعه کنید، نگاه کنید، تمرین کنید و اشکالی نداره که شما جلسه چندم هستید، از این هم عبور کردید، این هم میتونید بفرستید. یعنی هر وقت که اینو نوشتید، جلسات بعدی هم شروع شده بود، اشکال نداره، این هم بفرستید، بگید که بهتر شده یا نه، که من براتون نکاتی که لازم هست توضیح بدم. در مورد ضمه و الف مقصوره و اینها، در جلسه بعدتون من توی کلیپ نکاتی عرض کردم که اونجا آماده هست، بعد براتون جلستون که رسید ارسال میکنم.